به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن‌دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قبادان، قاچاقچیان، خانم فروشان، بی همه چیزان، بی ناموسان، امامداران، بی امامگان، ریشداران و بیریشان، دزدان، دزدان تشتکی، سردار سپاه، دزدان فکولی، دزد دست دوم در تمام کشورهای اروپایی و امریکا و کانادا و جاهای دیگه دنیا و در خود ایران، دزدان به امر ولایت، دزد، دزدان امامدار از آیت الله العظما تا آخوند جغده، دزدان تشخیص در طویله، دزدان خبرگان در طبیله دیگر، اکبر دزده، رهبر دزده، آخوند دزده، حجت الاسلام دزده، آیت الله دزده، وکیل دزده، وزیر دزده، رئیس جمهور دزده، دزد، 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 اما این دزدها دزدان شرعی هستند، شرعی مطابق شرع مقدس دزدی میکنند. مقدس چیزی که تو آسمون درست میکنن میندازن پایین میشه مقدس، و چون مقدس شد میشه بابت اون مقدس دزدی کرد. خب این مقدس رو باید چجوری نگه داشت؟ میریم سراغ الله. الله 1400 سال پیش یه بسته بندی فرستاد پایین، گفت برید بدزدید، 20% بدید به حضرت رسول، 80% خودتون بردارین. و توی قرآن تاکید کرد راجع به این کار، قرآن مقدس که از آسمان مقدس به زمین مقدس مکه افتاد. یه مقدس بهش بچسبون هر کاری میکنه. امروز شرع مقدس که به نام اسلام نیاب محمدی معروفه، این دزدان از این نگهداری میکنن و الله هم رفیقشونه دیگه. الله یا اینا میرن بالا یا اون میاد پایین، فرق نمیکنه، منقل تریاک که دیگه، یا تو عرش درست میکنن، علی شیره‌ای میره اونجا، یا توی خونه علی شیره‌ای درست میکنن، خدا پا میشه میاد. اینا خدا رو درست کردن، هر عملی بخوان باهاش میکنن. باز امروز این بحث رو راجع به این خداهایی که هی چپ و راست از من میپرسین خدا کیه، خدا چیه، خودتون نمیخواین بفهمین، منم نمیگم. برای اینکه اگه من بگم به دردتو نمیخوره، چه خوبش چه بدش، خودت که متوجه شدی اما خودت یه کسی میشی که همه میان ازت میپرسن، اون وقت دلیل داری، اون وقت با دلیل مردم رو قانع میکنی، نه با فوش و فضیحت. این ایمیل هایی که برای من میاد، حرفایی که به خدا و پیغمبر رو نمیدونم اماما میزنن، چیزهای عجیب و غریب میگن، سنگ هم نمیشن، نمیدونم چجوری سنگ نمیشن. اینا قاعدتا وقتی اینقدر فوش میدن باید سنگ بشن، اما نمیشن، نمیدونم چرا. حتما الله بالایی هم شیره‌ای شده مثل علی شیره‌ای، دیگه حالیش نیست. حالا ببینیم الله زیرزمینی بالاخره یه کاری میکنه دیگه. یه الله درست کردن، بخشبندی کردنش تو سرداب 1400 سال پیش،
راش انداختن، هر کجا چا زدن گفتن امام زمان این توه. من شما چی گفتیم؟ امروز یک برنامه رو یوتیوب خمینی گجستک داره صحبت میکنه و این حرف میزنه، بعد از این صدای یک گله میاد که میگن به خوشحالم، چون هر جا چاکندن گفتن امام زمان اینجاست، ما باید چیکار کنیم؟ بگیم با بریم اونجا کاغذ بندازیم توش، قسمت زنونه، مردونه، بچگونه، پیر مردونه. آخوندم هر روز صبح میره تایچا با امام زمان تایچا میشینه، هر چی دوست داره میخوره، میاد بیرون کاغذ میگیره دستش میگه بفرما، امام زمان امضا کرد داد به من. شما چی میگی؟ بله، درود بر شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. امروز روز 12 فروردین 2568 شاهنشاهی ایرانیه. از روزی که من این تقویم رو دارم میگم، شاخک وزارت اطلاعات بلند شده، انواع اقسام آشغالای وزارت اطلاعات حمله کردن از صبح تا شب. یکی از این آشغالای وزارت اطلاعات که مال چیزه، مال نوع حرف زدنش از این اداره کنندگان خونه های افاف، یا اونجا کار میکرده یا اداره کننده بوده، اون وقتا بهش میگفتن خانم رئیس، حالا نمیدونم در جمهوری اسلامی بهش چی میگن، در حکومت طاغوت بهش میگفتن خانم رئیس، اونایی هم که کار میکردن میگفتن فاحشه، اونا هم که باجخور بودن مثل آخوندا به اونا میگفتن مثلا پاینداز یا یه اسمای به خصوصی، رجب میگفتن. حالا چرا رجب میگفتن من نمیدونم، ولی بیشترین لغتی که برای اینا مصرف میکردن زال محمد بود، جایی برام برمیکردن. یک دونه از این فامیلا جدیدن اومده تگزاس. علت این که میگم جدیدن اومده تگزاس برای این که بلد نبود، هنو بهش یاد نداده بودن نمرت رو قایم کن. حال فردا نمرش هم میدم بهتون برای دوستانی که میخوان تفریح کنن، فردا نمرش رو میدم که یه مقداری دوستان باهاش حال کنن. چون ببین این زنای سلیته رو دیگه هرچی بهش بدی هستش، هرچی فوشش بدی کیف میکنه، کارشه دیگه، شغلشه، وقت ما رو نگیره. به تقدیر تقویم ما، گاه شمار ما عربی نیست، ایرانیه. گروهی که در زمان محمد رضا شاه خواستن این کارو بکنن کار درستی کردند، ولی مأمورین حکومت انگلیس مثل شریف امامی بلافاصله اومدن به دستور آخوندا عوضش کردن. بریم اول سراغ دوستانی که برای من یه پیغامایی گذاشتن. اول یه چیزی من به شما بگم دوستان، من
پیغام شما رو که میخونم مجبور نیستم همه رو جواب بدم. هر کم هر کاری درست خواهد بکنه بکنه. شماها تو ایران چون تو سرتون زدن هی گفتن این کارو بکن اون کارو بکن اون کارو بکن، با لحن بسیار بدی این کارا رو انجام میدید. آدم بی تربیت، یعنی آدم تا بی شعور نباشه بی تربیت نمیشه. یه دیم هستن مأمورند، اونا واردند که میان از من تعریف میکنن، اسمشونم یا داریوشه یا کیخسروه یا نمیدارم هخامنشه اینا، بعد او وقت میخوان من مثلا سه صفحه یا دو صفحه که اونا نوشتن واسه شماها بخونم به عنوان اعلامیه. یکی به این بابا نمیگه اصلا تو کی هستی؟ تو از کجا اومدی؟ تو چی میگی؟ چرا من باید برای تو مگه خاکشیر نبات حلق من کردی که من بیام هر چی تو می نویسی من بخونم؟ یا اگر مامورین جدید اومدن وزارت اطلاعات نمیدونن من کیم، من سر کار گذاشتنی نیستم که. خیلی سال جنگ داریم با هم دیگه، برین از اون پیشینیانتون بپرسین ببینین نمیشه. به هر تقدیر یا آقای خیلی راحت نوشته من با نظرات شما مخالفم، بسیار خوب بسیار خوب، کار خوبی میکنی با نظرات من مخالفی. من گفتم من هرچی میگم همه باید قبول کنم، من خودم میگم رو حرفای من فکر کنید، هر کدومش به دردتون نمیخوره بریزین دور. احتیاجم نداشت به خودت زحمت بدی برای من ایمیل بنویسی با نظراتت مخالفم، دیگه به برنامه من گوش نده. از این راحت ترم میشه؟ یک نورو من تونتون میگم ازش راحت میشم. راجب جنگ و جدلی که در مورد تیم فوتبال ایران و تیم فوتبال عربستان سعودی شده، من اصلا کاری به انتری نژاد و این رفته تو و اون اومده بیرون اینا ندارم. یه قسمتی از این کار این ایمیل هایی که برای من می‌نویسن، یه قسمتی شدم خیلی جالبه به کار من مربوط میشه. نوشته بود که اینا از اون ساعتی که فوتبال شروع شد علی و حسن و حسین و محمد و عباس و رضا و همه اینا رو مردم فریاد میکشیدن، همه 14 معصوم رو جمع کرده بودن به کمک تیم فوتبال ایران. ولی تیم عربستان سعودی چون فریاد کشی اینجوری نداشت، پشتیبانیشون به عمر ابن خطاب و ابوبکر بود و خیلی ساده عمر و ابوبکر همه اینا رو شکست دادن، هم میدون در کردن. ببینید آدم ها به کجاها میرن میشینن نگاه میکنن، میگه از اول برنامه، اصلا کاری به انتری نژاد اینا نداره ها، میگه از اول برنامه هی مردم گفتن یا علی یا حسن یا حسین یا تقی یا محمد یا نقی یا رضا، اما همه اینا باختن. خب باخت مسئله نیست، به کی باختن؟ پشتیبان اینا باورمند این عربای اینوری بودن، اونا پشتیبانشون عربای اونوری بودن، عربای 1400 سال پیشو میگن. اینها علی و همه اینا طبق معمول به ابوبکر و عمر باختن و میگفت به همین دلیله که ابوبکر و عمر پیروانشون 1 میلیارد و 200 میلیونه،
پیروان اینا که بازنده هستن 100 میلیونه. حالا شما خودتون بگردید پرتغال فروش رو پیدا بکنید. مسئله دیگه که با دوستان هم به طور خصوصی من صحبت کردم، هم این مسئله رو یه مقداری طولانی تر میگم چون مبتلا به همه هست. اولا یه عده‌ای که چشم و گوششون باز میشه هی میگن که ای داد بیداد، ما 30 سال سرمون کلا رفت، 30 سال بی خودی وقتمون رو تلف کردیم، 30 سال عمرمون رو اینجوری کردیم، 25 سال اینجوری کردیم. آقای به من یه نامه نوشته بود، 5 دلار هم توش گذاشته بود. آقای فاضلی 66 سال عمرم اشتباه رفت، دست درد نکنه، بیشتر از اینم ندارم. از همین کشور امریکا، از شرق امریکا برام نوشته بود. این مسائل مهمه، اما افسوس خوردن نداره عزیز من، جان من. ما تو فارسی مسائل خیلی راحتی داریم، میگن ماهی رو هر وقت از آب بگیری تازه است. از امروز به بعد تو که آزاد شدی چرا نمیبینی؟ چرا همش رفتی نصفه خالی لیوانو میبینی؟ خوشحال باش از اون زندان خلاص شدی، همونجور که خودت میگی. من نمیگم زندان یا چیز دیگه، من حرفای شما رو دارم تکرار میکنم. یک نوشته بود، اسم منم خواستی بگو ولی اسمشو نمیگم، گفت من تو سپاه کار میکردم، کارهای بدم زیاد کردم، الان نمیدونم چی کار کنم، چشم و گوشم باز شده ولی نمیدونم چی کار کنم. دوست عزیز، انسان جایز الخطاست، هر خطایی ممکنه بکنه، تقصیر تو هم نبوده. تو محیط بد بزرگ شدی، محیط تو رو به اونجا کشونده و خودت استعداد داشتی الان فهمیدی که اون محیط بد بوده. شما میدونید هر کسی نمیتونه بیاد بگه من اشتباه کردم، میدونی چقدر رشادت میخواد؟ این فسیلای نمیدونم جبهه ملی و توده‌ای و مجاهدین و فسیل زیاد داریم، همه کلاها سرش رفته، حالا باز یه کلا دیگه سر خودش میذاره، میگه انقلاب منو دزدیدن، نمیخواد بفهمه کاری که کرده اشتباه بوده. من نمیگم انقلاب بوده یا نبوده، کاری که کرده اشتباه بوده، نمیخواد بفهمه. وقتی هم من اینی میگم، نه شاهنشاهی هم نه هیچی، عملی که کرده اشتباه بوده. من میگم تمام ملت‌های دنیا حق دارن انقلاب کنن، ولی برای بالا رفتن، برای بهتر شدن، نه برای اینکه گول کشورهای اروپایی و امریکایی رو بخوریم و 30 سال تا اون بدیم. امروز روزم پشتیبانی حکومت دینی ما کشورهای اروپایی و امریکاست. این اوباما ممکنه یه روز بره ایران بشینه با علی خامنه‌ای حرف بزنه، این اوباما یهو ممکنه اونجا بگه اسم حسین نمازم بخونه. فکر نکنید که راجب همین میگفتم، کسی که میفهمه کار خطا کرده و به کار خطای خودش اعتراف میکنه، این آدم شجاعه. همه ی آدم ها نمی کنن. آدم ها الان تو تهران، توی ایران، توی سر تا سر ایران، آدم های ببخشید این لغت رو میگم، مجبورم، لغت دیگه نیست، احمقن. حرفم بهش بزنی تکون بخوری پایین تنش تو دهنشه، هیچی دیگه نداره. سوغات اسلامش پایین تنست، چون اسلام دین از کمر به پایینه. تا حرف بزنی باهاش
نمیخواد بگه من بیشعورم نمیفهمم، نمیخواد بشینه گوش بده، فوری پایین تنه رو میاره تو دهنش. کار دیگه بلد نیست. من از نظر خودم اومدم اون آدم غریق رو، اون آدم بیشعور رو، اون آدم نفهم رو نجاتش بدم. او به من فوش میده، من چیکار کنم؟ من رام بکشم برم؟ نه، من کار خودم رو میکنم. برای اینکه در همون زمانی که اون احمق داره اون کار رو میکنه، من 50 نفر دیگر رو برگردوندم. این کار یک شبه انجام نمیشه. و در مورد این مسئله خدا که اول براتون گفتم، خداها فرق میکنه. ببینید این جهان هستی ما در حرکته، از یک اتم که تشکیل شده از یک هسته مرکزی و چیزهایی که دورش میگردند، دائم زندن و از این اتم به اتم دیگه میرن. این الکترون ها با این اتم به محض اینکه وایسن مردن. حالا این ذره ریزو براتون گفتم، بزرگی دنیا، من وقتی میگم دنیا به این کشور، من به کره زمین نمیگم، به جهان هستی میگم، اینقدر عظیمه، اینقدر عظیمه، اینقدر عظیمه که تو فکر هیچ انسانی نمی گنجه. کتابی دارم راجع به اینشتین میخونم، اصلا دیوانم کرده. اون وقت چیزایی که اینشتین گفته امروز قدیمی شده. وقتی که تلسکوپ هابل رو کار گذاشتن، الان دارن کارهای دیگه میکنن. 20 سال دیگه یه اتفاق دیگه میفته، هابل یه تلسکوپ قدیمیه. این عظمت 50 بیلیون سال نوریه. میخواد بدونید چقدر پهنه؟ 50 میلیارد سال نوریه. فاصله زمانی که شما اگر با سرعت نور طی کنید، هر ثانیه 300 هزار کیلومتر. اینو باید ضرب در 60 بکنید، میشه 180 میلیون. من نمیدونم، خودتون ضرب رو جمع بکنید، میشه 1 دقیقه. 300 هزار ضرب در 60 میشه 1 دقیقه. هرچی در اومد زد در 60 بکنید میشه 1 ساعت. هرچی در اومد زد در 24 بکنید میشه 1 شبانه روز. هرچقدر حاصل جمعش در اومد زد در 365.25 بکنید. این زمان که در مدت 1 سال شما، 1 سال اگه به سرعت نور حرکت کنید، در مدت 1 سال اینقدر زمان حرکت میکنید. ما صحبت 500 میلیارد سال نوری میکنیم. و خب خیلی ها از ترس مذهب جرأت ندارن بگن خدا نیست، میان میگن نه اون خدا با این خدا فرق میکنه، اون پروردگاره، اون صانعه، اون آفریننده است. بعد میبینن که همون میشه، میگن نه کرییتره.
سر خودشون کلا میذارن، هیچ اشکالی نداره، چون اگر اون کارو نکنن فردا توی کنیسه راهشون نمیدن، تو کلیسا راهشون نمیدن، تو مسجد راهشون نمیدن. پس بنابراین این باید بگه با همه این که هست، سانه اینجاها اومده بود تو بیابون دنبال موسی میدوید، میگفت تو باید ختنه کنی، واسه میخوام سر فلانتو ببرم. سانه چی؟ این چیز بزرگی که من دارم بهش میگم، این جهان هستی. حالا کسی که این جهان هستی رو درست کرده، اومده 1400 سال پیش جهان هستی رو بل کرد، اومده یه دوربین گرفته دستش توی مکه، ببینی که محمد چه چیزایی احتیاج داره. با ماریه قبطیه خابیده، بعد حفصه اومده عایشه رو خبر کرده یخه محمد گرفتن. اونی که همه این کائنات رو درست کرده آیه فرستاده که آی حفصه، آی عایشه، پدرتون رو در میارم، من دخترای باکره به محمد میدم، پیغمبر من اذیت نکنیم. بعد یارو به من میگه این قرآن رو بخون تا بفهمی چیزهای خوبی توش نوشته. چویم من راجب خدایی که شما صحبت میکنین، راجب خدایی که تو مغز منه، راجب عظمت کائنات نمیدونم. اونای دیگه میترسن نمیگن، من نمیترسم، دروغه. آخه نمیشه، هر جا خدا پیدا شد جنگ پیدا شد، آدم کشی پیدا شد، سرکله مردم. میدونی چرا؟ خدا رو اون پیغمبری که اومد ساختش درستش کرد، چون خودشو قبول نداشتن، موسی رو خودشو قبول نداشتن، عیسی کاری به کاری کسی نداشت، بعدها اومدن عیساش کردن. محمد هم یه بچه یتیم بود، کسی حرفش قبول نمی کرد، آدم باهوشی بود، آدم سخنوری بود، آدم شاعری بود، بعدم دکون با کردن که نه سواد نداشته، امی بوده، اینا هرچ، کسی که اونجا نبوده. بعدم مسئله اینی که کی باور میکنه کی باور نمیکنه. من نمیگم شما همه حرفای منو باور کنید، برای همینه که اون آقا از تهرون به من میگه آقای فاضلی ما رو نپیچون، بگو خدا هست یا خدا نیست. من نمیدونم راجع به کدوم خدا تو صحبت میکنی. تو خودت اگه بپرسن بگن خدا چیه، جواب نداری بدی. برو اول تو آینه خودتو بشناس، بعد خدا تو میشناسی. اما اگه یارو رفت پزشک شد، آناتومی بدن خوند، بعد اومد حرفای صد من یقا زد، این میخواد سر شما ها کلا بذاره، این کلا برداره. مگه میشه آدم آناتومی انسان رو بخونه و بعدم قبول کنه که یه نفر یه خود گل درست کرد، فوت کرد تو دماغش، حیات رفت تو دماغش، باقی تش اومد بیرون. آخه یه مقداری به عقل و شعور باید مراجعه کرد. اگه یه کسی میگه من پزشکم، بعد قبول میکنه که یه نفر فوت کرد تو دماغ یه مجسمه گلی، تمام اعضای داخلی این درست شد، اون پزشک خودشو زده به کوچه علی چپ، اون پزشک سر شما میخواد کلا بذاره. علتی که رو پزشک تکیه میکنم برای اینکه پزشک آناتومی بدن انسان رو میخونه، بعد پزشک میشه. حالا مهندسه ممکنه نفهمه، فکر کنه که نقشه میکشه بعد فوت میکنه توش، این ساختمون میشه. اینکه شماها دارید من میپیچونید که
آیا خدا هست یا آیا خدا نیست. باید بری دنبالش خودت پیدا کنی، پخت خوری رو بذار کنار. روزی که خودت پیدا کنی احتیاج به من نداری چه بگی هست چه بگی نیست. با شعور گفتی هست، با شعور گفتی نیست. و الا ایمیل میاد به خدا فوش میده. خب با فوش دادن کاری درست نمیشه. خیلی ها ممکنه دلشون خوش بشه یه کسی بیاد رو ایر بشینه بگه محمد اینجور، علی اینجور، فلان اینجور، ولی کاری درست نمیشه. آدم باید بفهمه، آدم باید بره دنبالش پیدا کنه، شخص خودش هم باید بره پیدا کنه. و الا من امروز میگم حرف منو قبول میکنه، فردا یکی دیگه یه چیز دیگه میگه حرف اونو قبول میکنه. اما وقتی خودت فهمیدی اون حکم میشه برات. این رو صحبت چی کردیم؟ این آقایی هم که میگفتش که قرآن رو بخون، نمیم 20 صفحه رو بخون همه چی عوض میشه. چش من چیزی رو نمیخوام به شماها ثابت بکنم. من دین جدیدی نیوردم. من نمیگم قرآن چیز بدیه، اما نمیگم قرآن چیز خوبیه. اما اگه برای من میخوای دلیل بیاری از قرآن دلیل نیار، چون تو قرآن قد من نمیشناسی. من 50 سال قرآن رو دارم میخونم، تو تازه وارد این بازی شدی. من با آدم هایی طرفم که میگه من اگه قرآن رو بخونم دینم رو از دست میدم. با دانشجویی طرفم که میگه آقای فاضلی از نظر فلسفی بیا راجع به قرآن صحبت کن. قرآن هیچ چیز فلسفی نداره از نظر من. قرآن خودش میگه این کتاب، حالا بذاریم من یه چیزی راجع به این کتاب، تو آسمون چاپ نشد بیفته پایین. از 40 سالگی حضرت رسول ایشون مدعی شد که یک فرشته ای اومد و گفت که بخون. گفتم من بلد نیستم بخونم، منو پیچون لای عبا، لای پتو، لای لحاف تو غار حرا. خلاصه اینقدر به من فشار آورد تا خوندم اقرا بسم ربک الذی خلق. خب خوندم تا آخرین آیاتی که قبل از مریض شدن و از دنیا رفتن محمد ابن عبدالله است. این زمانش 23 ساله. توی این 23 ساله نه محمد نه کسی دیگه به فکر این نیفتاد که این حرفای پراکندهی که زده شده بیاد جمعش کنه. چون مثلا در جنگ بدر وقتی که مردم میخواستن فرار کنن، الله میومد کمک محمد، از زبان محمد آیه میفرستاد توسط جبرئیل، جبرئیل واسه عربا میخوند که آن در نرین، اگه در بدین باباتون رو در میارم. شما یه را دارین برای در رفتن که بیاین دوباره متشکل بشین برگردین. اینا تیکه تیکه اومده، یا همون مسئله ماریه قبطیه که گفتم، یا نمیدونم زینب بنت جحش دختر عموی محمد، یا همون وقتی که محمد دختر عمه محمد میخواست این رو به زید غلامش بده، زینب گفت من نمیشم، گفت اون غلامه، من قریشم. الله فوری دوید پایین گفت خود میکنی،
حرفی رو که محمد و الله میزنه، حالا الله کجا زده من نمیدونم، محمد و الله میزنه همه باید اجرا کن. یه روز دیگه خوشش اومد از این، الله اومد گفتش که همه من دخترم و پسرم و اینا رو برو مال تو. یه خوره بیشتر خوشش اومد، الله گفتش که اصلا هر زنی خودشو به تو هدیه کرد مال توه، میخواد شوهر داشته باشه میخواد نداشته باشه، در حالی که تو مایل باشی به اون زن. اینا جا به جا اومده بود و 23 سال این حرفا زده شده بود. یه روزی من اونجا پیش محمد بودم، اینایی که گفته بود، یه تیکه خشت دستم بود با یه تیکه میخ روی خشته نوشته بودم، این نگه داشته بودم. یه کسی حفظ کرده بود، یه کسی رو برگ نوشته بود، چون در عربستان پاپیروس پیدا نمی شد، پاپیروس مال مصر بود. در تمام مکه 10-12 نفر بودن که میتونستن بخونن و بنویسن، چاپخونم نبود اونجا. هر کی هر چی به عقلش رسید، همین کاتبان وحی دوتاشون، یکیون کشته شد، یکیون دست محمد در رفت، که وقتی که آیه میومد اینا میگفتن از نظر دستوری غلطه، این مثلا قاتلون رو باید بکنیم قاتلین، مثل دارم میگم. و بعد یکیشون گفت سر فتبارک الله و احسن الخالقین، یکیشون گفت آقا این جمله مال منه، این به الله مربوط نیست، گفت جمله رو من گفتم، که محمد میگه الله گفته، من الله نگفتم، من گفتم. این پایه قرآنه. 2 سال خورده ابوبکر حکومت میکرد و موافق نبود با جمع کردن قرآن و میگفتش که اگر این کار لازم بود خود محمد دستور میداد با این کار میکردیم. در زمان عمر تصمیم گرفتن، ولی انقدر جنگ ها زیر دندونشون لذت کرد و انفال غنیمت ها اومد از این ور از اون ور، که دیگه دنبال این حرفا نرفتن. در زمان عثمان یه خود ملایم تر بود. عمر 12 سال حکومت کرد. 23 سال. 12 سال. 2 سال. اینا رو جمع بزنید. توی دوران حکومت عثمان اینا اومدن دور هم نشستن و چونه زدن با هم دیگه، این قرآن رو درست کردن. هر کی هر چی داشت آورد اونجا، گفت آقا اینو محمد گفته، ما بزن اونجا، اینو محمد گفته بزن اونجا. شما قرآن رو تکراریاش اگه در بیاری، حجمش باور کنید حجمش 1/5 میشه. یعنی یه آیه که گفته تو جاهای مختلف اینو آوردن. بعد اونایی که نشستن این کار رو ویراستاری کنن، تدوین کنن، اینها اومدن سعی کردن یه مش آیه هایی رو که به هم بچسبونن که هیچ جوری نمیچسبه، ولی مثلا 3 آیه پشت سر هم بذارن، و بعد اسمم اونا گذاشتن، محمد اسم بقره رو نذاشت، اسم نسا رو نذاشت. اینا وقتی میدن بیشتر راجع به زنا صحبت شده تو این، اسم گذاشتن نسا. بعدش هم خیلی اومدن تشخیص بدن که آیه های مکی با مدنی رو از هم جدا کنن، چون ما هم دیگه نمیخوند. آیه های مکی ملایم بود، چون محمد نمیتونست گردن کلفتی کنه. آیه های مکی مدنی بعد از سال دوم شمشیر افتاد دست محمد و قتلو را افتاد. 114 سوره درست کردن، بزرگاشو گذاشتن اول که اون سوره فاتحه مال نماز رو اول گذاشتن و بقره شد سوره دوم.
اومد به قل هو الله احد که مثل که سوره آخره، حتما نه اگه بخوایم بشمریم همون 114 تا سوره است، آیه است. و همون جوری که خدمتون عرض کردم این سرایه، چون نمیخوام چیزی بگم که فردا بگم آقا اشتباه کردم، نه قول اعوذ برب الناس اون مدنی و شامل 6 آیه است، آخرین آیه قرآن قول اعوذ برب الناس، قبلیش قول اعوذ برب الفلق و قبل از اون قول هو الله احد. اون وقت برای هر کدوم این سوره ها این بسم الله الرحمن الرحیم هم نمال اللهه، نمال محمده، نمال علیه، نمال ایشکی. اینایی که نشستن اینو تدوین کردن بسم الله الرحمن الرحیم هم اول هر آیهی گذاشت، اول هر سورهی گذاشت، بعد به حساب خودشون، چون الله در سوره توبه نباید رحمان و رحیم باشه مثل که جاهای دیگه بوده، الله نه رحمان نه رحیمه، منطقه رو این دوتا خیلی تکی کردن، الله آدم کشه، انتقام گیره، مکاره، 99 تا اسم برای الله گذاشتن، دوتاش رحمان و رحیمه. سوره توبه بسم الله الرحمن الرحیم نذاشتن. حالا یه مش آدم عوضی اومدن میگن این معجزه قرآنه که اول سوره توبه بسم الله الرحمن الرحیم نی. مردم هم که نمیدونن این چه جوری درست شده که بله قرآن معجزه است، 19 تا چیز داره که 19 تاش 18 تا فلان میشه. میخواد قبول کنید قبول کنید، من هیچ گرفتاری با کسانی که قبول میکنن ندارم، من گرفتاریم با کسانی که به من میگن تو هم قبول کن. آقا نوشته بود آقا جون من با تو مخالفم، دست درد نکنه، خوب کاری میکنی مخالفی. آخه من دیوانه که نیستم فکر کنم که من هرچی اینجا میگم این همه آدم متعصب، متعصب خوشی مقدس همه با من موافق باشن، با مسلم نیستم. اسباب بازی یارو رو میخوام دستش بگیرم، اونم من نمیخوام بگیرم. میبینی این حرفا جای سونخور نداره، گرفتار میشه. یه مقداری از تاریخ براتون بخونم و فکر میکنم باز بهتون میگم دوستان اصل اعتراف خیلی شجاعت میخواد، اعتراف به نادانی، اعتراف به گناه، اعتراف به اینکه اشتباه کردم. و متاسفانه به ما ایرانی ها یاد نمیدن. توی این کشوری که من زندگی میکنم به بچه یاد میدن که وقتی اشتباه میکنه میگه I'm sorry، یادش میدن از یه سالگی. نتیجتا این اگه هر جا اشتباه کنه میگه I'm sorry، اعتراف میکنه به اشتباهش. ما ایرانی ها اینجور نیستیم، ما بد تربیت میشیم. در قرن سوم هجری، یعنی قرن نهم میلادی میشه تقریبا، بعد قرن سوم هجری بین 200 تا 300 سال بعد از فرار محمد از مکه به مدینه که نخستین حکومت های مستقل در ایران تأسیس شد، طبرستان نیز به خاندان طاهری سپرده شد. خاندان طاهری مال طاهر ذوالیمینین بود. طاهر ذوالیمینین گماشته خلیفه بود و برای او جنگید و به اسم اون سکه میزد. و سلیمان ابن عبدالله ابن طاهر به عنوان حاکم طبرستان به این ناحیه اعزام گردید.
سلیمان ابن عبدالله مردی به نام محمد ابن اوس را به حکومت آمل و رویان و چالوس برگماشته. مأموران حکومتی در این نواحی هر سال سه خراج ستدندی، یکی برای محمد ابن اوس، یکی برای پسر او و دیگری برای مجوسی که وزیر ایشان بود. ظلم و ستم مأموران و پریشانی و درماندگی روستاییان به آنجا رسید که مردم جمله املاک خویش را فروختند، خانه ها واگذاشتند و به ولایت دیگر کوچ کردند. این مجوسی که وزیر اونا بوده یه زرتشتی بوده ها، ما خائن از اول داشتیم، رفته بوده نوکر اونا شده بوده، از مردم پول میگرفته. در این زمان تعدادی از بازماندگان خاندان علی پس از فرار از چنگ حکومت‌های اموی و عباسی به نواحی گیلان و طبرستان پناهنده شده، با کمک روستاییان این منطقه به بازسازی و ترمیم زندگی خیش پرداخته بودند. ما ایرانی‌ها مهمان نوازیم. سوابق تاریخی مذهبی، خاطره شهدای کربلا، مرثیه ها، ظلم و ستم هایی که همواره نسبت به خاندان علی حکایت می شد، زمینه مناسبی بود تا روستاییان ساده‌لوح و ستم دیدگان این منطقه نسبت به خاندان علی همدلی، همراهی و گرایش داشته باشند. در چنان شرایطی مردم چالوس و آمل با یاری روستاییان مجاور متفق شدند به سال 250 هجری نزد حسن ابن زید از بازماندگان خاندان علی رفتند و از وی درخواست کردند تا حکومت طبرستان و مازندران را بپذیرد، تا به برکات او این ظلم خدا از روستا برداشته شود. بدین ترتیب حسن ابن زید با لقب دایی کبیر حاکم طبرستان شد و سلسله سادات علوی طبرستان را تأسیس کرد. به محض که جاوا کنن همین جوریه. ما این تاریخ ها رو نمیخوندیم و الا دنبال خمینی نمیرفتیم. حسن ابن زید مردی حجیم، یعنی مثل این یارو بونقلتونه، این یارو فیروزآبادی، مردی حجیم، بزرگ شکم و سنگین و کثیر اللحم، یعنی پرگوشت، و در اجرای نماز و آیین‌های شیعه بسیار سختگیر بود. او به محض تحکیم قدرت خود با روستاییان به خشونت رفتار کرد و به قولی جمله قله ولایت بسوخت. حکومت حسن ابن زید آنچنان با وحشت و خشونت همراه بود که دلهای مردم چنان هراسان شد که جز طاعت و رضای او فکرتی نکردند. ببینید این ماجرای خمینی اون وقت هم به وجود اومده، خود مردم هم رفتن سراغش. ریشه رو باید درست کرد. او برای آنکه پایه‌های قدرت خود را مستحکم کند و از بروز شورش‌های مردم بومی جلوگیری نماید، افراد خاندان خود را از نواحی عربستان به طبرستان آورد. مثل الان که دیگه در راه به جای نمبرن خامنه‌ای داره فامیلشو، اون موسوی خوینی نه، همین این یاری که آخر فامیلش خامنه است، میر حسین موسوی. در سال 253 به عدد اوراق اشجار، یعنی به عدد برگ‌های درختان، سادات علویه و بنی هاشم از حجاز و اطراف شام و عراق به خدمت او رسیدند. در حق همه مبررت و مکرمت فرمود و چنان شد که هر وقت حسن ابن زید پای در رکاب آوردی، 300 نفر علوی شمشیر کشیده گرداگرد او گله بستندی. جانشین حسن ابن زید، محمد ابن زید یا دایی صغیر، نیز آنچنان با ظلم و خشونت حکومت کرد که در زمان او نیز مردم طبرستان
نفس بر نتوانستن کشید. توی کشوری که ما زندگی می کردیم کتابا ممنوع بود. کتابا، این کتاب ملاحظاتی در تاریخ ایران، آقای علی میرفطرس رفته کتاب ها رو خونده، خلاصه کرده، این کتاب از سوش در آورده. من شما تاریخ طبری نمیخوندیم، با بلعمی، با بیحقی، با اینا هیچ کاری نداشتیم. کسی به ما، کسی تو اون زمان تشویق نمی کرد مردم رو برند و تاریخ کشورشون رو اونجوری که بوده، اون اتفاقاتی که افتاده بخونن. به همین دلیل ما نمی دونستیم چی داره اتفاق می افته. در اون زمان اسحاق غلام علی و غلام عباس و غلام حسن و غلام تقی و غلام هر عرب بی همه چیزی بود. باز رفیق خوزستانی ما خودش قاطی نکنه، من عربای تازی رو دارم میگم. هنوزم بازمانده های عرب تازی هست که به اهواز میگن الاهواز. اونا هنوز جنسشون از اوناست و خودشون رو قاطی انسان ها کردند. تاریخ ما یه تاریخ عجیب و غریبیه. بایستی زمان داشت، بایستی دولت خوب داشت، بایستی یه وزیر فرهنگ خوب داشت. من نیستم اون وقت. شماها که هستید مواظب باشید از کلاس اول ابتدایی بچه ها رو یاد بدین، همین جوری که پدر مادرها امروز برای گرفتن اسم ایرانی برای بچه هاشون می جنگن. دوستان گرامی، من فکر میکنم ماه مارسم رو کم زیاد نیارم، فردا یا پس فردا معلوم میشه. به هر صورت ازتون سپاسگزارم و از حالا شروع کنید که باز آخر ماه اپریل ما گرفتار نباشیم. توی برنامه‌ای که من دارم نه اوردر از کسی میگیرم، میخواد ایران باشه، میخواد خارج از ایران باشه، نه هندونه زیر بغلم میره. اینی میگم که به هر صورت 3 دقیقه وقت داره، 4 دقیقه وقت رو اون کاغذ خوندن. نه خودتو اذیت کن، نه منو. ایمیل جدید من هست rezafazeli2010@gmail.com. به ایمیل های قدیمی ایمیل نزنید. این برنامه فقط و فقط و فقط فکرش اینه که خردگرایی و خراف زدائی رو نزد بده. تا چه حد موفق میشه من نمیدونم. تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.